آرامش خاطر را با روزتی گروپ تجربه کنید. روز رضایی، مشاور املاک و سرمایه گذاری. با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، با امید به اینکه حال همه شما عزیزان خوب باشه و تا به این لحظه که با برنامه‌های استودیوی تورنتو همراه هستین وقت خوشی رو گذرونده باشین. معمولا سه‌شنبه‌ها در این ساعت به خصوص بعد از برنامه آقای دکتر سهراب خوشبین، این شانس رو داریم که چند ساعتی از استودیوی تورنتو همراه با استودیوی مادر در لس آنجلس مهمان منازل شما سروران عزیز باشیم. این ساعت برنامه همیشه بعد از برنامه آقای دکتر اختصاص داره به خانم روز رضایی که دوست عزیز خوبمون هستن. هفته هایی است که در این دوران کرونا که به هر حال اغلب خانه نشین شدن یا به هر حال بعضی از کارها الان شروع شده، ولی طبیعیه که با اوضاع احوال بیزینس و حالا بالا پایین شدن های بازار و املاک و اینها سوال برای همه پیش میاد که خب چجوری وضعیت؟ آیا موقع سرمایه گذاری هست؟ آیا موقع خوبیه برای خرید، برای فروش چی؟ و همه دارن فکر میکنن که چیکار باید بکنن، بیشتر وقت فکر کردن دارن. بهترین موقعیتی که بتونیم از تجربه و اطلاعات درست و به روز خانم رضایی استفاده کنیم، کسی که به هر حال میتونیم بهش اطمینان کنیم و وقت میگذاره میاد و توضیح میده تا شما عزیزان هم چه در کشور عزیزمون ایران، چه عزیزانی که در بزرگ شهر تورنتو هستین یا در ایالت‌های دیگه یا در آمریکا، جایی که به هر حال علاقمند هستین به بازار استیبل کانادا که بدونین چی داره درش میگذره، آیا علاقمند هستین به اینکه سرمایه گذاری کنید؟ بله، موقع خوبی میتونه از حالا به بعد برای چند ماه آینده باشه. از این اطلاعات استفاده ببرید. اجازه میخوایم بهشون خوش آمد بگیم و مجموعه گفتاری امروز رو تقدیم حضورتون کنیم. سرکار خانم رضایی عزیز، عرض سلام دارم. بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. قربان شما. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیزتون. هم زبانان ما در هر کجا که هستن، خوشحالم که باز فرصتی شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. خیلی لطف کردین، مرسی. من توضیح در ابتدای برنامه دادیم که به هر حال الان برای همه این سوال هست که خب تو این وضعیت همه دنبال اینن که یه چیز ارزون خوبی گیرشون بیاد. بازار بالاخره بالا پایینای خودشو داره، طبیعیه. و در برنامه‌هاتون میشنیدم که اشاره کردیم به اینکه بازار خریداره. بله. فروشنده ها به هر حال باید کنار بیان دیگه، اگه واقعا فروشنده واقعی هست. خریدارها شانس بیشتری رو دارن. خب روی این مسئله میمونیم و توضیحات شما رو میشنویم و دلایل منطقی که برای اثباتش دارین چرا بازار خریداره طبعا. ولی در کنارش هم من به دلیل اینکه خب پرسش و پاسخهای عزیزانی که برای مهاجرت اقدام میکنن به هر حال زیاد باهاشون درگیر هستیم و صحبت میکنیم، پیش میاد که زیاد میپرسن برای خرید بیزینس چه کمکی بهشون میشه در مهاجرتشون، آیا اصلا خرید درستی هست. به هر حال هر کسی اینجا خونه میخره به دنبال این هست که حال چیکار بکنه، کارش چی میشه. هیچ کس اینجا خونه نمیخره که به تو خونه بشینه بخوابه دیگه. من میخوام که یه فعالیتی داشته باشن. درست. اگر تو این زمینه هم بتونین، چون میدونم روی بیزینس ها خیلی فعالیت دارین، چون خودتونم بیزینس زیاد انجام میدین، توضیح بدین ممنون میشیم که برای عزیزانی که سوال از من پرسیده بودن از خانم رضایی بپرسم در خدمتتون هستم. من دینم رو ادا کرده باشم. خواهش می‌کنم بتونم راهنمایی کنم، کمکی از دست من بر بیاد. شما کلاً خوبی؟ حالا احوالتون خوبه؟ از کرونا به دورین؟ ان شاءالله که همه دور باشن و واقعا بتونیم برگردیم به اون فعالیت. رو میری همه جا میری و نارم بالاخره این برنامه نشون میدیم. مخصوصا این روزا فصل خرید هست و با توجه به اینکه یه سری از خونه ها توی مارکت هستن، شاید باورتون نشه یه لیستینگ هفته قبل 7 روز نشد این خونه فروش رفت و علارغمی که میگیم کرونا هست بازدید نیست، ولی چون خونه خالی بود خب خیلی راحت تر میتونستن بازدید داشته باشن. به همین دلیل هموطنا یه جورایی میتونم بگم راغب بودن به خرید هرچه سریعتر توی این شرایط. یه جاهای بازار گپ خودش رو علامت سوالش رو میذاره. بله چی شده، چه جوریه، به کجا میرسه، چی کار باید بکنن، و این خودش خیلی مهم هست برای به اصطلاح حالا
کسایی که واقعا خریدارن، کسی که میخواد خرید کنه. بله الان داشتیم ما یه لیستینگ توی ایجکس داشتیم و این لیستینگ باعث شد که 43 تا شوینگ ما در عرض 3 روز بگیریم. خیلی زیاد بود. یعنی حتی برای ما که اینو لیست کرده بودیم، چون من به همکارم بودیم لیست کردیم، شاید باورتونش اصلا یک لحظه نبود که این موبایل میدونید که تکست مسیج میگیریم روی گوشیامون و میدونیم که چه کسایی الان شوینگ دارن، چه ساعتی باید کانفرم بشه. ما که اصلا گذاشته بودیم هر زمان کانفرم بشه و شوینگ باشه، یعنی اصلا دیگه نیازی به رد و بدل کردن اون اجازه شوینگ نداشتیم. ولی حدودا 43 تا شوینگ روی یک پراپرتی، اونم توی ایجکس نه تورنتو. احتمالا قیمت زیره، مثلا قیمت مناسب بود. بله زیر 700 بود. بله. خونه خیلی خوب بود، سمی دیتچ بود، شرایط خیلی خوب بود. ولی منظورم اینه که با توجه به اینکه شاید خیلی ها فکر میکنن مارکت نیست، ولی هست. ما حدود 4606 پراپرتی داشتیم که خرید و فروش شده توی این مدت. بله نه، ما توی یک ماه زیر 1 میلیون یا زیر 800 که خیلی خوبه و سریع هم میره. فقط من یک اشاره داشته باشم اگر از شما اجازه بگیرم، به دلیلی که بازم با دوستانی که کار با هم میکنن تنگا تنگ کار میکنم و از نزدیک خیلی ساله میشناسمشون، میدونم که شرایط وام داره بسیار سخت میشه. بله. بسیار سخت. بله. میشه و اصلا خیلی چیزا رو بانک ها عوض کردن، خیلی شرایط. بله. مخصوصا روی کردیت اسکور ها خیلی دارن تاکید میکنن. بله. کردیت اسکور باید، من امروز ایمیلی گرفتم که کردیت اسکور بیسش بالا رفته. برسه. و خب یه سری شرایط سخت‌تر بشه، دام سخت بشه، خرید هم سخت‌تر میشه برای شما. خریدای نقد همیشه سر جاشونن، هیچ فرقی نمیکنه. طبعا عده از دوستان از ایران، از دبی، از خیلی جاها نقد میخرن. بله. دیگه فرقی نمیکنه. ولی برای کسی که فرست تایم بایر جوان اینجاست، دانشجو میخواد خرید کنه، وام بگیره، برای شرایط وام برای اونا خیلی سخت. از الان اگر واقعا تو همین روزهایی که هنوزم 43 تا شوینگ خونه داره، اگر خرید مناسبیه، بله اگه کسی فروشنده است لیست کنه خونشون رو. شاید لازم باشه از اینجا خدمت بینندگان بگیم از طرف بروکرج ما ترید وان ریلتی، ما یه شرایط خاصی رو گذاشتیم حالا توی این شرایط کرونایی برای عزیزانی که قصد دارن خونشون رو بفروشن. با کمپانی ما اگر که لیست کنن خونشون رو، با یه درصد خیلی خیلی کم خونه شما رو لیست میکنیم، وارد MLS میکنیم و شما از اون طریق میتونید تمام امکاناتی رو که حالا از طریق MLS هست رو داشته باشید. البته شرایط فرق میکنه، حالا باید توضیح بدم اگر کسی مایل باشه که با مبلغ خیلی کم خونش رو لیست کنه و برای فروش بذاره، میتونن با من تماس بگیرن، در خدمتشون هستم، توضیحات لازم رو خدمتشون ارائه میدم. و این خب فرصت خوبی هست چون خریدارای بسیار زیادی هستن الان در حال حاضر در مارکت تورنتو و میتونن خونه هاشون رو خیلی سریع بفروشن. و شاید باور نکنید توی ایجکس ما 7 آفر داشتیم روی خونه ای که الان لیست شده بود، فقط 7 روز. و این خودش حال میدونید توی دوران کرونا طبیعی نیست. شاید اگر مارچ بود طبیعی بود. 7 آفر روی یه خونه با 43 تا شوینگ 7 آفر گرفتیم. خب اصلا خودمون یه جورای متعجب شدیم. هم ما هم صاحب خونه به هر حال. بله. البته آفر الان باید به هم نزدیک باشه. صدر. خیلی نزدیک بود. بله. ولی به هر حال شرایط فرق میکرد. خب آفر فرم باشه، طبیعتاً شرط نداشته باشه، مالک دیگه میپذیره، اونو میپذیره. بله هست. یعنی بخاطر شرایط اونجوری که به ذهن میرسه. ببینید منطق بازار الان بهتر شده خانم رضایی. بله. همطور که بارها با هم صحبت کردیم، به دلیل اینکه این منطق الان داره میگه ببینید 7 آفر میاد ولی به هم نزدیکی، نزدیک. یه دفعه یکیش 200,000 تا نمیره بالا، اتفاقی که 3 سال پیش افتاد. بله، این اتفاق افتاد که الان بازار داره خودش رو اینجوری اجاست میکنه. یعنی این چیزی که الان داره میاد پایین و بازار داره به هر حال یه درصدی از حداقل خونه های خیلی قیمت بالا میاد پایین، به این دلیل نیست که فقط کروناست، به این دلیل نیست که چون کرونا خیلی اتفاق خاصی داریم شوینگ ها رو انجام میدیم. ببینید مثلا ما اجاره داشتیم، خیلی قشنگ تماس گرفتم، گفتن که اجاره بالا هست، یه کوچولو اومده پایین، یه چیز حدود 5%. بله کاهش اجاره داشتیم، شاید خبر خوبی باشه برای اونایی که مستاجرن. قسمت ایرانی البته چون زیادی بالا بود، اون که همیشه بالا بود، بالا بود. ولی کلا اجاره مبلغش پایین اومده. حتی آپارتمانا مثلا اگر دو خوابه بوده یه خوابه بوده، این واقعا به خاطر کرونا. بله این واقعا به خاطر کرونا است و اینکه مستاجرها اجازه نمیدن خیلی هاشون داشته باشیم. ولی چقدر قشنگ که از سیستمای
امروزی داره استفاده میشه، همه آپدیت شدن، همه میدونن چی کار کنن با اون ویرچوال تورایی که میذارن. ما خب خونه داشتیم، باز دوباره سه روز قبل یه آفر فرستادم بدون که خونه رو ببینن، شوینگ آنچنانی نمیدن مگر اینکه آفر باشه. آفر رو فرستادیم کاندیشنال به شرط، خب اگر که میخوان یه بار اجازه دارن بیان ببینن، یعنی اونی که واقعا خریدار هست. بله، خریدار جدی الان توی این مارکت برنده است. مستاجری که واقعا جدیت داره و واقعا نیاز داره میخواد اجاره کنه توی این مارکت برنده دیگه. برای سرگرمی نمیشه حالا بله بریم یه شوینگ حالا داشته باشیم بریم شوینگ. بله اون نیست دیگه، طبیعیه. بازار اینجا به هر حال یه 33-34% زیادی کشیده بود خودش رو بالا که اون باید الان اجاست بشه، وگرنه غیر ممکنه جهش بازار خودشو بتونه برسونه به جایی که خریدارهای جوان نسل آینده بتونن خرید کنن. وضعیت بحرانی بخواد پیش بیاد که خونه خریداری نشده، هنوز کلوز در واقع نشده، خونه دوباره فروش بره مثل 2017 که بودی. خب اینا همه مالیاتاش دوچار دردسر شدن، خیلی ها مرگجا دوچار دردسر شدن، خیلی مشکل. خیلی از خریدارها تو این دوره، خریدار اون موقع ممکن الان ضرر بدن، طبیعی هم هست. خیلی ها سود بردن، خیلی ها تو فروش پراپرتی ها سود بردن. بله، سودای هنگفتم بود. بله، خیلی هم زیاد، خیلی زیاد نمیشه گفت. بله، ولی این نیست که این همیشگی باشه، ادامه دار باشه، یعنی نمیتونه یه بازار سالم چنین جوابی رو بده به مردم. بله، و من امروز وای نمیسه چیکارش کنم، گرفتار کرده ما رو، حواس ما رو پرت کرده. من اونجوری بود قشنگ جمعش کردم راحت که دیگه اذیت نشم. نمره 20 به شما میرسیم، ما رو گرفتار صحبت کنیم، بذاره صحبت میذاره حواس ما قرار ما از خواهی میکنیم از شما. ولی این پایین آمدنه در واقع عجاست 3 سال پیش بازاره. بله، داره به قیمت واقعی نزدیک میشه، داره میرسه به اون چیزی که باید برسه، به اون قیمتی که واقعیه، نه اینکه حالا اون حبابی که در بازار وجود داشت. اونم ضرر نمی دان خانم رضایی. بله، این 2-3 سال سود نمیگیرن. بله، در این سود کم، ضرر از منفعت. قدیما میگفتن این ضرر از منفعت دیگه. آفرین. یه منفعت کمتری رو اینا دارن الان دریافت میکنن. خیلی هم عالی. پس با خریدارا بریم جلو دیگه. بازار بازار خریدار، بازار بازار خریدار. ولی اگر هم بخوان لیست کنن، البته خیلی نکته جالبی گفتین، با کمترین قیمت براشون لیست میکنیم. بله، این که ما میتونیم، میدونید که ما میتونیم تا 2.5% برای لیستینگ شارژ کنیم. قانونه. خیلی از همکارا حالا 2%, 2.5%، حتی خیلی ها بالاتر از این 3% متفاوت بود، و یا اینکه 0.5% حالا شارژ میکردن، دیگه حداقلی بود که انجام میشد. ولی کاری رو که ما داریم انجام میدیم زیر 0.5% هست تقریبا میشه گفت. یعنی فقط میخوایم که یه سرویسی باشه برای هموطنان عزیزمون که خب به هر حال شرایط کروناست خیلی سخته، و تو این شرایط سخت ارزون تر بفروشن، لااقل 2.5% طرف مقابل رو مجبورن بدن. این یه قانونه. بله، برای اون بایر ایجنت. بله، که حالا میتونیم یه تخفیفی قائل بشیم، ولی لااقل برای لیستینگ ایجنتی که فقط اینو لیست میکنه این پراپرتی رو، در حد یه هزینه خیلی کم برای تبلیغاتی که داره میکنه، اون لیستینگی که داره انجام میده، اصلا امنیت خاطر. بله، این از همش مهمتره. که این امنیت خاطر رو درصد آدم واسه میشه که تقریبا میشه دو فالا میشه 0.5%، یعنی یه مبلغ فیکس ثابت هست که حالا انشالله اگر دوست داشتن. و ما اینکه امکانات استیج رو داریم، میتونیم خونه ها رو استیج کنیم که خب باز اونم با یه مبلغ خیلی به سلیقه شما مثل من رسیده باشن و دیده باشن از نزدیک، خب شما حتما خونه هاشون رو میدن شما استیج کنید. یکی از برحال سرویس های اضافه و هنر خودته دیگه، اون تاچ هنر خودته. متشکرم، شما لطف دارید. اونم گذاشتیم که چون یه سری وسایل هست که خب قبلا استیج میکردیم، کمپانی استیج بوده، گفتیم اینم یه سرویس اضافه باشه، حالا یا فری استیجینگ یا لااقل حالا نظری بدیم برای تغییرات خونه که هزینه استیج رو نخوان آنچنان بدن. حالا اگر که خونه خالی باشه، ویلای بزرگ بالای 3500 اسکوئر فیت باشه، خب فرق میکنه. یه هزینه فوق العاده کم هست براشون، در نظر گرفتیم که اون 5-6000 تا به بالا نیست که همه جا شارژ میکردن. و اگر که حالا خونه ها کوچیک باشه، نیازی به تغییراتی داشته باشه، تغییر دکوراسیونی باشه، در واقع اون پیشنهاداتی که لازم هست برای خونه رو، اون رو هم رایگان در اختیارشون میذاریم. خب فکر نمی کنم دیگه از این سرویس بهتر باشه که دیگه بخوان خونهشون رو با ما لیست کنن، در خدمتشون هستیم. حالا کمک های دیگه هم که باشه که دیگه هر جوری نیاز باشه براشون انجام بده. خوبی، خیلی خوب بود. ما در این کرونا اگه دوستان دقت کرده باشین،
شهرزاد نظمی رو داریم که سرویس رایگان 45 دقیقه گذاشته برای روانشناسی. خب خیلی خوبه خانم روز رضایی که امروز اعلام کردن واقعا یه همچین درصدی برای فروش خونتون خب فوق‌العاده است. یعنی اینا همه قدم‌های خوبیه که هموطنان دارن به فکر همدیگه دارن برمی‌دارن و اینا قابل احترام، قابل قدرشناسیه. داشتم فکر می‌کردم واقعا وسوسه شدن این که آدم میگه خب هزینه‌ای نداره حالا بفروشیم دیگه. یک پزشک ایرانی ما در اینجا داریم، خانم لیلی، دکتر لیلی نقدی، بسیار معروف دکتر لیلی نقدی، و یک کتاب بسیار خوبی داره نوشتن آن لاوین که کتابشون دو تا جایزه برده در آمازون هست. اینقدر این پزشک مسئولانه برای بیمارانش رفتار میکنه و اینقدر یعنی اون یادت قضیه قدیم میگفتن قسم پزشکی خوردن، اینقدر واقعا پزشکه، اینقدر مسئولانه بیمارش رو هدایت میکنه، مسئوله در واقع. واقعا اینجوری که من هر دفعه باهاش صحبت میکنم میگم دکتر نقدی آدم دوست داره مریض تو باشه، آدم دوست داره مریض بشه، از آن آدم نمیترسه از مریضی وقت مریض تو هست. واقعا حالا شما هم همینه، آدم دوست داره خونه‌شو بفروشه. بعضی از شغلا واقعا خوش به حالشون که یعنی واقعا تا اونجایی که از دست ما برمیاد بتونیم تو این شرایط کمک کنیم خوشحال میشیم، چرا که نه. چون پول همیشه هست، هم احمدی همیشه هست، بالاخره میشه تو اون بازارا توی اون حبابا اون پول رو که آدمی دلش میخواد به دست بیاره، ولی اون حسی رو که از این دوران میتونه بگیره که با شرایط خوب میتونه یه سرویسی داده باشه، سهمی تو این شرایط اوضاع بیزینسی خراب یا اونو باید بالاخره اون حس رو بتونیم بگیریم و به هموطنامون بدیم. من از این بابت تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم، سپاسگزاری میکنیم و میگم من نمونه شو تو شغلای متفاوت دیدم و میدونم چه حس و حال خوبی داره. خب ما چون زیاد وقت نداریم امروز، شما خیلی با عجله اومدین، دیدم دست پر و خلاصه خیلی دست پر اومدین، بچه هم قهوه و چایی گذاشتن، حیفه که نرسیم به اون چیزای خوشمزهی که شما آوردین. ولی قبل از اینکه بریم سراغ، البته من که یک ساعتی رو مهمان شما هستم، قبل از اینکه بخوام رضای عزیز خداحافظی کنیم، قول داده بودین که برای بیزینس هم بگیم به ما حتما. بله. ببینید الان شرایط خیلی از بیزینس ها رو خب متاسفانه شاید خوشایند نباشه گفتنش، ولی خیلی از بیزینس ها رو گذاشتن برای فروش از هموطنان عزیزمون هستن و به هر حال قیمت ها خب خیلی پایین هست چون شرایط براشون ایجاب کرده و شما میتونید که خب با خرید این بیزینس شروع کنید کاری رو اگر میخواین رو اندازه کنید، چون به هر حال این دوران تمام خواهد شد، دوران ثابتی نیست، حالا یک سال طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، 2 ماه طول بکشه، به هر حال تمام شدنی هست. اینجا جایی که میمونه شما میتونید با خرید اون بیزینس هم خودتون دارای بیزینس باشین، هم کمکی باشه برای اون عزیزانی که الان تو این شرایط گیر افتادن و نمیتونن اون بیزینس رو دیگه مثل قبل ران کنن و ادامه بدن. و اینکه فقط یه نکته است، من بارها ازم پرسیده شده دوستان عزیزان شما با خرید بیزینس به توی کانادا نمیتونید ویزای کانادا رو دریافت کنید یا خرید ملک در اینجا به این شکل نمیتونید. حالا راههای اصلیش رو خانم احمدی هستن و برای شما توضیح میدن، ولی اینکه میپرسید من اگه یه بیزینس بخرم ویزای کانادا رو گرفتم اومدم، نه به این شکل امکانش نیست. راههای مشخصی داره خرید بیزینس به این فرمتی که شما از من سوال میکنید نیست، اون یه قانون خاص خودش رو داره، وکلا میتونن راهنماییتون کنن، و یا اینکه خرید خونه با خرید خونه اقامت رو بگیرید، چنین چیزی به هیچ عنوان در کانادا وجود نداره. اون که یعنی اصلا پوینی محسوب نمیشه خرید خونه. بله. مطمئن باشین که تمام این نکته ها یا خبرهای به روزی که ما میگیم همه در وبسایت هست، شما میتونید برین چک کنین. روزا ماشاءالله که همه به هر حال دسترسی دارین به وبسایت ها و انگلیسیتون هم خوبه، اطلاعاتشون بهتر از ما هست. مناطق تورنتو رو بهتر از من شما میشناسم. من خیلی خوبه، شما هر چقدر با کسانی کار کنید که اطلاعاتشون درست باشه خیالتون راحت‌تره، چون هر نمایی که میکنن دیگه خیالشون راحت هم راحت تر میفهمید. حالا این موردی که خانم رضایی میگن برای کسانی خوبه
که ببینیم بله خب متاسفانه الان یه عده نمیتونن دیگه بیزینس هاشون رو نگه دارن، مجبورن که کمک بگیرن که یه کمک فروش بیزینسشونه. خب به قیمت خیلی خوبی میشه خرید، چاره ای ندارن، باید بفروشن یا به هر حال وسایلی دارن دیگه، که این به نوع شغل شما میخوره. حالا چرا شما میای این بیزینس رو میخریم؟ بونس الان برای مهاجرتتون محسوب نمیشه، ولی یه ولی داره. شما وارد میشین با یه شرایط دیگه، وارد کانادا شدین، ویزا دارین، حالا یا ویزای کار دارین یا در یک کاتگوری از مهاجرت قرار دارین، و این به شغل شما میخوره این نوع بیزینس. حالا یا کلینیک، اکثر پزشکان با ما تماس میگیرن، پزشکا هستن بله، که کلینیکا به دردشون خیلی به دردشون میخوره. منتها یه هست که داره این برای شما، حسن خرید به موقع، شما باید حتما برای خونتون هم همینطور یکی مثل خانم رضایی و یا تیمشون رو داشته باشین، چون اینا یه تیمن، یه نفر آدم که نمیتونه همه این کارا رو بکنه، فقط میتونه مدیریت درست و اطمینان. شما یه کسی رو داشته باشین که از نظر قانونی وکیلتون، در واقع منیجمنتی بیزینستون و پراپرتیتون و چیزی رو که خریدین به عهده میگیره، به موقع برای شما اجاره میده، به موقع افرادی که اونجا کار میکنن اونجا رو برای شما، خودت تو ایرانی داره بیزینست میچرخه و همه چیزش درست، اینا اگه درست انجام بشه همه چیز شما قانونیه، بیزینست هم میشه، پس به موقعی که آمدی بیزینست هم آمده است. این خیلی مهمه. ببینید تا زمانی که همه ماها وقتی که اومدیم اینجا خب مشکل داشتیم، تا اینکه خودمون رو پیدا کنیم ما میخوایم اینجا چیکار کنیم، چون اینجا مثل ایران نیست، چند سال ضرر میدی. برای اونایی که خب مثلا مثل یه پزشک داشتن یه کلینیک اینجا ایدئاله، که میتونن مثلا با داشتن یه کلینیک و اینکه اون هزینه رو که اون شخص در روز اول برای کلینیک کرده دیگه نیازی نیست این پزشک انجام حالا ده. اگر برعکس شما گرفتاری یک آدمی بشین که همه چیز شما قانونیه، پیش وکیل نوشته میشه، همه چیزشون باید از طریق وکیل باشه، اگه اینجا باشین نیازی ندارین، میتونین دو طرف خودشون هم با همه این ایران معامله کنن، ولی وقتی نیستین به جای شما وکیل شما برای شما اکت میکنه و در واقع امضا رو انجام میده. همین چیز شما قانونیه. حالا اگه به طور آدمی بخورین که مثل خانم رضایی یا تیمشون مورد اطمینانتون نباشه و همجور حالا چه میدونم پیداش کرده باشین یا به هر دلیلی کارش رو بلد نباشه یا به هر حال درست انجام نده، خب خیلی ضرر خواهیم کرد. اون دیگه ضرر اون کاش نمیخریدین، ضررش بیشتره. بنابراین خیلی مهمه که یک خرید درست، یک آدم درست هم کنارش باشه که برای شما نگهداریش میکنه. منیجمنتی این کار خیلی مهمه و هیچ ضرر در این مرحله شما خانم احمدی واقعا جای اطمینان خیلی مهمه. بله. ببینید هموطنای ما اینجا نیستن، دارن به ما اطمینان میکنن، دارن اعتماد میکنن. آدم اگر خودش رو بذاره جای اونا که هیچ دسترسی به اینجا ندارن، خب میتونه تصمیم درست براشون بگیره. فکر کنه الان خودش میخواد این کلینیک رو بخره. که برای خودت میگی واقعا سخت‌تره. باور کنید اگر که جای من باشن اینو درک میکنن که یه شرایط فوق العاده سخت است، که وجدانت راحت باشه درست خرید کنی، اشتباه نکنی، کم و زیاد نشه. آدم برای خودش اگه خرید میکنه کم شد زیاد شد خب میگه شده، حالا بالاخره مسئولش خودش بوده، ولی اینکه بخواد برای دیگران خرید کنه، حاصل دسترنج چندین سالشون، یه عمرشون رو بخواد به هر حال خرید کنه براشون، این خیلی مسئولیت سنگینه. بسیار. ولی خب بتونیم باز در نهایت کمک انجام بدیم. این یه اتفاق خیلی خوبی مسد میفته. اگر علاقمند هستین نوع شغلتون رو با خانم رضایی در میون بذارین، بگین چه شغلی دارین که اگر اون نوع بیزینس ها به در واقع توی اون مجموعه کاریشون لیست دارن دیگه، لیست بزرگی دسترسی دارن، مشخصه که چیا هست الان موجودی میخوره، خب بله خرید کنن و قبول کنن مسئولیتشو که بنویسن این مقدار مسئولیت ها با ایشون خواهد بود. شما هیچ ضرری جز سود خالص ندارین و وقتی بیاین بله آماده، بیزنستون هست، خونتون هست، حتی پول اضافه اگر چون درآمدی باشه به حساب خودشون میره، اصلا اینجا حساب براتون باز میشه. و این اتفاق خوب است، حالا میشه این کارا رو هم کرد، ولی باید آدم درستشو داشته باشین. که ما خوشبختانه داریم افرادی رو معرفی میکنیم که حداقل خیالمون راحته که هر کسی یه اتفاقی براش این وسط بیفته، خریدی بکنه،
وقتی بیاد اینجا خوشحال و همه چیز ایمن هست و همه چیز براش مهیا هست و خیلی خوبه هستن. این اتفاق خوبیه، پس بیزینس هم میتونید مخصوصا الان تو این شرایط، چون میگم شرایط کرونا بیزینس ها الان برای فروش قیمت ها فوق العاده. ما بیزینس داشتیم خانم احمدی 800 هزار دلار قبل از کرونا، کلوزینگش توی ماه گذشته بوده گفتم قبلا خدمت عزیزان، خب الان شده بانک روی اون 150 هزار دلار قیمت گذاشته. خب این بیزینس 800 هزار دلار کجا؟ 150 هزار دلار پول ایشون نقد داده بوده. خب فروشنده میگه من نمیفروشم، الان دیگه نمیفروشم. وقتی نمیفروشه خب پول اون شخص رفته. میدونید یعنی یه سری اتفاقاتی داره میفته. دهتاشون میتونن نگه دارن، دهتاشون هم نمیتونن، مجبورن بدن، چون همون هم ندن همون هم از دستشون رفته. دیگه حالا تماس بگیریم با خانم رضایی ببینین که کدوم مورد به شرایط شما بهتر میخوره. یا فقط یه نکته رو من اجازه دارم بگم، ببخشید دوستان عزیزان، شما باید اجازه بگیریم از شما. شما لطف دارین، ببخشید. به هر حال دوستان عزیز لطف کنید اگر که میخواین تماسی داشته باشین از ساعت 6 عصر ایران به بعد باشه، چون وقتی که شما تماس میگیرید با من خب ساعت خواب ما باشه، من به هیچ عنوان قابل توانایی اینو ندارم که بخوام به شما پاسخگو باشم. خیلی از شماره ها که برای من میفته شماره های عجیب میفته، شماره واقعی شما نیست. بله با کارت میزنن. لطف کنید اگر تماس میگیرید 6 بعد از ظهر ایران به بعد باشه، یه موقع ممکنه دارید شما زنگ میزنید و من روی خط هستم، مجددا تماس بگیرید، در خدمتتون هستم. فقط این نکته که 6 عصر ایران به بعد باشه ممنون میشم اگر رعایت کنید که من پاسخگوتون باشم. بله چون شماره ایشون رایگان زده میشه در واقع از ایران مستقیم، شما فقط اون هزینه تلفن دستی ایرانو میدین، رایگان به کانادا هست و حالا واتساپ هم حتی نیاز نیست. خب طبیعیه که رعایت ساعت رو بکنین که چقدر اختلاف ساعت دارین، بتونم پاسخگو باشم. بله بله، نمیخوان که تلفن سایلنس سایلنت باشه، تلفن سایلنت و ساکت هست، کسی مشخصه که نمیخوان که بی‌توجهی بکنن اینی که جواب نمیدن، چون ساعت رو با هم نمیخونه. اینو در نظر بگیریم که تلفن ایران هم نوشته شده برای عزیزانی که در ایرانن یا عزیزانی که در اینجا هستین، اگه میخواین به اقوامتون بدین 917 311 76 11. ولی در ترونتو و اگر که علاقمند هستین به اون، خب اون وعده تخفیف لیستینگ نیم درصدی یا زیر نیم درصد خیلی شیرین بود، اونو من بگم با شماره تلفن 647 606 2076 خانم روز رضایی میتونین تماس بگیرین، 647 606 2076. خب در پراپرتی های بزرگ خب خیلی رقم بزرگی میشه. بله این روزا خیلی. یه دلار هم یه دلاره، ولی بله. خب در یک پراپرتی حتی دیگه الان ما زیر 500 هزار تا واقعا چیز نداریم. بله. خودش خب همه رقم ها بالای 10,000 دلار میشه تقریبا. خیلی خوبه و اتفاق خوبیه. ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم. جایی نریم، باشین که یک به هر حال تنفس کوتاهی در خدمتتون باشیم. ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهم بود، با ما باشید. خیلی خبر این هفته براتون داریم. نخست وزیرمون صحبت‌های خیلی جالبی کرده، حیفه که صحبت‌های جاستین ترودو رو با هم امروز مرور نداشته باشیم. صبح صحبت کردن نیازی هست که حتما بدونین، نکات بسیار مهمیه که ممکنه شامل حال خیلی از شما عزیزان بشه. پس باشین در ادامه برنامه با من تا دقایق دیگر. خدا نگهدار. آرامش خاطر را با روزتی گروپ تجربه کنید. روز رضایی، مشاور املاک و سرمایه گذاری.